تایید مرگ یک بازداشتی در زندان اوین از سوی دو نماینده مجلس. مقام‌های قضایی انتظامی می‌گویند خودکشی بوده. دو نماینده مجلس ایران تایید کردند که سینا قمبری که به گفته آنها یکی از بازداشتی‌های نارامی‌های اخیر بوده در زندان اوین درگذشته. محمود صادقی نماینده تهران با اشاره به این حادثه از احتمال تکرار مسائلی مشابه آنچه در سال 88 در بازداشتگاه کهریزک گذشت ابراز نگرانی کرد. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته مشکل اصلی فاصله مسئولان با نسل جوان است. چگونگی برخورد ایران با معترضان بازداشت شده موضوع گفتگوهایی است که قرار است تا آخر هفته در سطح وزرای خارجه ایران و اروپا در بروکسل برگزار شود. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. امروز 18 دی ماه 96 اینجا جلوی در به زندان خانواده های زندانیان نگران از آنچه که در این زندان می‌گذرد. بیرون آن خیمه زدند. خبر درگذشت یک زندانی نارامی های اخیر اینجا همه را بیش از پیش نگران کرده است. دو نماینده مجلس میگویند از دستگاه‌های اطلاعاتی شنیدند که سینا قمبری دیپلمه بیکار که در پی نارامی‌های اخیر اینجا به زندان افتاد خودکشی کرده است. طیبه سیاوشی از فراکسیون امید، فراکسیون طرفداران دولت، گفته است این موضوع را از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی پیگیری کردم که اعلام شد این فرد جوان 22 ساله دیپلمه‌ای بود که توسط نیروی انتظامی بازداشت و تحویل دستگاه قضایی شده است. طبق اطلاعی که به من داده شده این فرد در زندان خودکشی کرده است. و محمود صادقی نماینده دیگر طرفدار دولت گفته است متاسفانه خبر فوت سینا قمبری صحت دارد و طبق اطلاعی که از یکی از مراجع اطلاعاتی گرفتم این فرد توسط نیروی انتظامی بازداشت شده و آنطور که گفتند در زندان اوین اقدام به خودکشی کرده. او اضافه کرد به رئیس جمهور و مقامات امنیتی و قضایی هشدار می‌دهم از وقوع کهریزک دوم جلوگیری کنید. 9 سال پیش در پی نارامی های انتخاباتی در اوج گرمای تابستان در یک سوله در کهریزک در بیابان های جنوب تهران در محلی که گنجایش 200 نفر را هم نداشت بیش از 900 نفر را مقام های دستگاه قضایی زیر انواع ضرب و شتم، شکنجه و تحقیر برای مدتی طولانی در بازداشت نگه داشتند. دست کم 5 نفر اینجا جانشان را از دست دادند. کسانی که تنها جرمشون شرکت در تظاهرات صلح‌آمیز علیه نتایج انتخابات بود. نگرانی ها درباره وضع بازداشتی ها اما منحصر به داخل هم نیست. وزیر خارجه ایران اینجا امروز در یک کنفرانس امنیتی در تهران قرار است که تا پایان هفته وضع بازداشتی ها را در بروکسل با وزیران خارجه اروپا در میان بگذارد. وزیرانی که میگویند لزوم همکاری برای حفظ توافق هسته‌ای نباید مانع از پیگیری وضع حقوق بشر در ایران باشد. اگرچه یک سخنگوی وزارت خارجه گفته است در این نشست فقط مسئله توافق هسته‌ای بررسی خواهد شد. در همین حال رهبران ایران ظاهرا حال آسوده خاطر از کاهش دامنه نارامی ها در روزهای اخیر فرصتی پیدا کردند برای کالبد شکافی نارامی ها. و نیاز به رسیدگی به مطالبات مردم به خصوص جوانان. نه نسل جوان ما یه حرف بیشتر نداره، میگه منم میفهمم، منم برای زندگی حرف دارم، به حرف من گوش کنید. همین، هیچی دیگه نمیگن مردم. روایت رئیس جمهوری ایران از مطالبات جوانان که هزاران نفر از آنان امروز در شرایطی نامعلوم در زندان‌های کشور هستند. نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbcshoma. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. شکوفه یداللهی مادر کسرا نوری از دانشجویان و فعالان حقوق دراویش گنابادی با ما همراه شده. خانم یداللهی شما امروز دم زندان اوین بودید گویا. آیا موفق شدید خبری راجع به فرزندتون بگیرید؟ خیلی ما خبری نتونستیم از فرزندانمون بگیریم. نه من از فرزندان خانواده دیگه هیچ اطلاعی از فرزندانمون نداریم. از زمانی که آقای نوری بازداشت شدن هیچ تماسی با شما گرفته شده؟ یه بار تماس گرفتن که فقط ما مطلع شدیم که بند 29 هستن و در اعتصاب قضا به سر میبرن و در انفرادی هستن. وضعیت مقابل زندان اوین چطور بود امروز؟ خانواده دراویش متاسفانه با اعتراض کردن، از مسئولین زندان اومدن و چند نفر به عنوان نماینده بردن داخل زندان، باشون صحبت کردن، گفتن ما به شما قول میدیم تا 2 روز دیگه
فرزندانشون رو آزاد کنیم. برنامه‌تون برای روزهای آینده چیه؟ یا دوباره می‌خواید برین زندان اوین یا ترجیح میدین که با مقام‌های قضایی تماس بگیرین؟ خیر، ما الانم مقابل زندان اوین هستیم و بهشون هم گفتیم تا اینکه فرزندان ما را آزاد نکنین از اینجا ما تکون نمی‌خوریم و ما نگرانیمون اینه که وضعیت کلی شده که این نفر داخل زندان کشته شده، ما نگران فرزندانمون هستیم. علت اینکه فرزند شما بازداشت شده چه بود؟ آیا در اعتراضات شرکت کرده بود؟ ما یکی از دوستانمون بیمارستان دی بستری بوده، برای ملاقات اونجا رفتن که نیروهای امنیتی داخل بیمارستان رفتن و اونا رو با وضعیت خیلی وحشتناکی داشتی که تیر هوایی بازداشت کردن و به زندان اوین بردن. البته اکنون الان که خانواده رفتن بالا گفتن که ما فازی عبدی اینجاست، ولی اون سه نفر دیگه اصلا اینجا نیستن. الان تازه این بحث رو به ما گفتن، دارن دروغ میگن. نمیدونم واقعا بچه‌ی ما رو کسون میگه دو نفر دیگه از دوستانش، آقای شریفی مقدم و آقای درویش، رو کجا بردن. متشکرم از شما، شکوفه یداللهی، مادر کسرا نوری، از دانشجویان بازداشتی. اما آمار غیر رسمی خبر دیگه ای میده. مثلا در استان خوزستان که من امروز با چند نفر از خانواده صحبت میکردم، میگفتن فقط توی ایزه از ابتدای بازداشت تا الان 400 تا خانوم بازداشت شدن و بسیاری از خانواده ها رو به طور کامل بازداشت کردن. در نتیجه آمارگیری خیلی سخت هستش. دو تا مرکز ترک اعتیاد تخلیه شده و خیلی از بازداشتی‌ها رو بردن اونجا. یکی از بازداشتی‌ها در آخرین تماسی که با خانواده داشته در اون منطقه در ایزه گفته که در 4 روزی که در اونجا در بازداشت بوده فقط تونستن بهشون آب بدن و هیچ غذایی بهشون داده نشده. شب گذشته هم تمام زندانی‌های ایزه، سوسنگرد، مسجد سلیمان رو به زندان اهواز منتقل کردن. آمارهایی که ما داریم بر اساس برآوردهایی که انجام دادیم، بیش از 1000 نفر فقط در استان خوزستان بازداشت شدند، در همدان 150 نفر، در رشت 120 نفر. به خانواده های بازداشتی هم تاکید شده که اطلاع رسانی نکنن، وگرنه شرایط فرد بازداشت شده از اینی که هست بدتر خواهد شد. یک توییتی ما در توییتر از همراه دریافت کردیم، گفته که در زندان اوین هیچ وسیله و هیچ جایی برای خودکشی وجود ندارد. همه مکانها تحت نظر و مجهز به دوربین است و فقط اتاق بازجوییه که به نظر او، حالا شاید تجربه‌ای داشته، گفته دوربینی نداره. به هر حال این سوالات برای خیلی از بیننده‌های ما و برای خیلی کسایی که در توییتر و جای دیگه نظر میدن مطرحه که چطور میشه. تو اول بحثت گفتی که یک وسایل خاصی رو فقط به زندانی اجازه میدن که با خودش به بازداشتگاه ببره. بازداشتی رو طبق آیین سازمان زندان‌ها مسئولیتش کامل با آیین سازمان زندان‌هاست که اون هم زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضایی است. یعنی آقای لاریجانی تمام گزارش هایی که در مورد بازداشتی ها باشه و هر اطلاعاتی از سازمان زندان ها بیاد میبینه. در اینترنت فیلمی منتشر شده از جلسه مجلس خبرگان در روز 14 خرداد سال 1368 که به انتخاب آیت الله علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی و جانشینی آیت الله خمینی انجامید. این فیلم شامل سخنرانی آیت الله خامنه ای و همینطور اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس وقت مجلس شورای اسلامی است. در بخشی از این سخنرانی آیت الله خامنه ای از احتمال انتخابش به رهبری ابراز نارضایتی میکند. اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. در بخشی از این فیلم که به مرحله رأی‌گیری خبرگان مربوط است و در آن تعدادی از حاضران صلاحیت آقای خامنه‌ای را زیر سوال می‌برند، آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب آقای خامنه‌ای را موقت و تا برگزاری رفراندوم اعلام می‌کند. رسانه‌های رسمی ایران این بخش را تاکنون پخش نکرده بودند. حالا ما رأی می‌گیریم دیگه، بحث هم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. در برنامه 60 دقیقه امروز بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
یاسر هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری پانا گفته که پرونده فوت پدرش به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری برای بررسی دوباره به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شده. آقای هاشمی گفته که برادرش محسن که رئیس شورای شهر تهران هم هست قرار است به زودی برای مطالعه این پرونده به شورای عالی امنیت ملی برود. محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی هم در سالمرگ این سیاستمدار ایرانی بار دیگر ایست قلبی منجر به فوت برادرش را مشکوک کنده.